منابع آگاه گفتن ترکیه قصد دارد از کمک های فنی پاکستان برای ساخت جت جنگنده استفاده کند. روابط فنی و نظامی پاکستان و چین و امکان بهرهمندی از آن یکی از انگیزه های ترکیه است. ترکیه که در جریان خرید سامانه پدافندی S-400 روسیه از همکاری در پروژه تولید جنگنده F-35 آمریکا کنار گذاشته شد، اکنون در نظر دارد با همکاری پاکستان و تولید جنگلده و موشک بپردازد و ممکن است در این راه از مزایای فناوری چینی هم بهرهمند شود مقامات نظامی و دولتی ترکیه نشست های دوره ای با همتایان پاکستانی خود برگزار کردند که آخرین گفتگوی سطح بالای آنها ماه ژانویه برگزار شد این خبر را بلومبرگ به نقل از منابع آگاه ترکیه و پاکستانی نقل کرده و اضافه می کند که مشخص نیست در کشور که مشخص نیست دو کشور چه اندازه به امضای توافق نزدیکند این توافق می تواند ترکیه را که عضو ناتو است به فناوری نظامی چینی نزدیکتر کند اسلام آباد با کمک پکن توانسته است جت جنگنده جی اف 17 را تولید کند و از طراحی چینی ها برای ساختن موشک بالستیک شاهین استفاده کرده است. آنکارا سال 2013 اعلام کرده بود برای توسعه یک سامانه موشکی سطح به هوا با یک شرکت چینی همکاری خواهد کرد. اما این همکاری دو سال بعد به دلیل بیمیلی چینی ها برای انتقال فناوری و اعمال فشار ناتو به ترکیه ناکام ماند. منابع آگاه گفتند که پاکستان از نظر ترکیه متحدی راهبردی و یک شریک بالقوه برای ساخت پدافند موشکی برده بلند سیپر و پروژه جت جنگنده تی اف ایکس ترکیه است. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از پتانسیل بسیار جدی همکاری با پاکستان در پروژه های فناوری دفاعی ستایش کرده بود. و مقامات ارشد دو کشور در ماهای گذشته با یکدیگر دیدار کردن. سال گذشته میلادی ترکیه از مالزی برای توسعه مشترک جنگنده TFX دعوت کرده بود چرا که مالزی توانمندی فنی برای تولید مواد مورد نیاز پوسته هاپیما را دارد نکته قابل توجه این است که پاکستان در حال حاضر مشغول کار بر روی توسعه نسل پنجم جنگنده هاست که مهمترین ویژگی آنها رادار است